مؤسسه عطر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه پنجم، مبحث مؤمن مبلغ، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام. زمان 64 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گفتگوی ما امسال در مورد روحیه ایست که مؤمنین باید داشته باشند و اون روحیه اونها رو به رفتار تبلیغی و گفتار تبلیغی مدام وادار میکنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند که تبلیغ کردن، تأثیر معنوی در دیگران گذاشتن غریزه مؤمنه. این ویژگی در کسی که اهل ایمان باشه خود به خود انگار پدید میاد، از شدت محبتی که به دین پیدا میکنه دیگران رو دیندار میکنه، از شدت علاقه ای که به مرام خودش پیدا میکنه، به اولیاء دین پیدا میکنه، دیگران رو مدام تحت تأثیر معارف دینی قرار میده. خب در مورد این روحیه، پیدا کردن این روحیه و چگونه اجرا کردن این گفتگوی تبلیغی، این رفتارهای تبلیغی و مؤثر در باره دیگران باید مفصل‌تر صحبت کرد. اما دیروز یکی از شرایط این امر رو خدمت سروران خودم عرض کردم و اون آگاهی و علم بود. در این باره مقداری گفتگو کردیم. شرط دیگری رو امروز ذکر میکنم که سؤال عمومی دوستان هم بود از بنده، که آیا ما خودمون برای این که تبلیغ کنیم و تأثیر در دیگران بگذاریم لازمه که اهل عمل باشیم و اون تبلیغی که میکنیم به چیزی که سفارش میکنیم دیگران رو خودمون هم حتما اجرا بکنیم؟ چون اگر خودمون اجرا نکنیم و به دیگران بگیم شامل لما تقولون ما لا تفعلون میشیم و طبیعتاً در این باره نهی‌های زیادی هست. به این سوال جواب بدیم که در واقع عمل شرط دوم کار تبلیغی کردن، خود آدم اهل عمل باشه. اون تا قبل از این که به توضیحش بپردازم مقدمه ای رو خدمت دوستان خودم عرض بکنم. این که گفته می شود که ما باید امر به معروف و نهی از منکر بکنیم و بعد می بینید در جامعه امر به معروف و نهی از منکر از رونق خوبی برخوردار نیست، عدم رونق امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما ناشی از این است که فرهنگ کار تبلیغی اساساً یه مقدار ضعیفه در جامعه ما. امر به معروف و نهی از منکر یکی از زیر مجموعه های هرچند مهم و بسیار پر اهمیت کار تبلیغی کردن، زیر مجموعه های دیگری هم داره، مثل نصیحت کردن، مثل موعظه کردن، مثل تعلیم دادن و آگاهی دادن. شما برای اینکه در دیگران تأثیر بگذارید خیلی وقتا نیاز نیست امر و نهی بکنید، کافیه دیگران رو باخبر بکنید. گاهی از اوقات نه تنها باید باخبر بکنید بلکه دیگران رو باید مجاب بکنید، مستدل صحبت بکنید تا متقاعد بشه. گاهی از اوقات دیگران رو باید نصیحت کنید و آرام آرام زمزمه کنید: عزیز من، جان من، آخه ببین، فکر خودت باش، این امر و نهی نیست، این امر معروف از منکر نیست.
نصیحت، دلسوزیه. گاهی از اوقات باید موعظه بکنی. موعظه یه نوع تلخی و تنبه درش هست، اونجایی که جاش هست. گاهی از اوقات باید اصلا تبلیغات بکنیم، شروع بکنیم زیبایی های دین خودمون رو و معارف دینی خودمون رو بیان کردن که دلها رو ببریم. نمیدونی آقا جلسه امام حسین، اصلا تو نمیدونی چقدر مزه داره، اصلا کجا چی هست، انقدر بگی رنگی تعریف بکنی، دیگران رو تحت تاثیر تبلیغاتی قرار بدی. ببینید این مجموعه در کنارش هم یکی از عناصرش نهی از منکره. نهی از منکر چرا تو جامعه ضعیفه؟ چون اساساً بنیه تبلیغی ضعیفه. چون اساساً ما معمولاً آدمای ساکتی هستیم، معمولاً بی تفاوتیم، معمولاً بی تأثیریم رو دیگران. باید ابتدا فرهنگ سازی کرد، باب تأثیر گذاری بر دیگران رو اول باید باز کرد، انها تأثیر گذاری بر دیگران رو باید اول شناخت، بعد رسید به یه عنصر امر به معروف و نهی از منکر. نمیشه یه دفعه رفت سراغ امر به معروف و نهی از منکر. خود شما هم نمیتونید خیلی از جاها مستقیم امر به معروف و نهی از منکر بکنید. اساساً هم خیلی جاها جای امر به معروف و نهی از منکر نیست، که حالا ما تفکیک اینها رو انشاءالله در آینده خواهیم داشت. خیلی جاها شما نصیحت بکنید، خیلی جاها شما باید اصلا بیدار کنید طرفو. نمیدونه، بهش بگو که شما میدونید که مثلا یه خانومی به یه خانومی بگی که شما میدونی خواهرم، دخترم یا خانوم مثلا یه مقدار حجاب خودتو ضعیف نگه میداری، میدونی این نتیجه چی میشه؟ اون میگه با شما چه ربطی داره؟ یا میگه نه نمیدونم، یا میگه خودم میدونم. به هر حال یه زمینه ای آدم باز میکنه، حرف بعدی رو میزنه، میگه که ببین اگر کسی تحت تاثیر شما قرار بگیره، یه کمی اختلال در خانوادش پیش بیاد، این بلا بعدا سر خودتم میاد، توبه هم بکنی پاک نمیشه. دل مردم رو ببری، دل مرد تو میبرن و بعدا تو خودت تو خونه دچار مشکلات خواهی شد. ردخور نداره. اگه بلای سر کسی بیاری، یا سر خودت یا سر دخترت میاد که دردش به جانب تو بیاد. اینجوریه دنیا. خب این نهی از منکر نیست به معنای دقیق کلمه، امر به معروف هم نیست، نه صیغه امر درش بود، نه صیغه نهی درش بود، نه فعل حجاب داشته باش بود، نه فعل بی حجابی نکن توش بود. امر به معروف نهی از منکر باید این عبارت ها توش بیاد. این اصلا نصیحت هم نبود، اطلاع رسانی بود، آگاهی دادن بود، فوقش یکمی متقاعد کردن بود. ما زبان گفتگو اول باز بکنیم، بنای تأثیرگذاری اول داشته باشیم، بعدش ببینیم حالا کدومش رو کجا انجام بدیم. یکیش هم نهی از منکر که سر جاشون رو انجام بدیم. پس این که ما داریم به بحث از فرهنگ تبلیغ یا به این که تبلیغ دین کردن رو در فرهنگ خودمون نهادی نمی کنیم می پردازیم، این مبنا و زمینه ایست برای رونق گرفتن حتی چیز مهمی به نام امر به معروف و نهی از منکر. این باید تو جامعه ما رونق بیشتری پیدا کنه. هنرمندان، فیلم ها، رسانه ها، اینا رو باید یه مقداری بیشتر بهش بپردازن. اصلا جامعه سالم اون جامعه ای که اگه دو تا ماشین یه گوشه تصادف کردن، یکی دو نفر بیان ریش سفیدی بکنن، یه جوری پلیس نیومده جمعش بکنن، حالا یه کمی این بره یه کمی اون کوتاه بیاد درست بشه بره. اگه اسمشو میذاری فضولی، جامعه سالم جامعه ای که این فضولی ها به قشنگی توش صورت بگیره، همه مثل بره از کنار همدیگه رد نشن. بره یعنی حیوان، که خب من اسم قشنگشون میبرم، اسم بدشون نمیبرم.
این یعنی جامعه سالم. جامعه غربی در ارتباط با یه همچی ویژگی به نهایت مردگی کشیده شده. تو غرب بعضی از اندیشمندان اجتماعیشون کتاب حتی دارن، کتاب نوشتن که آقا جامعه ما داره مزمحل میشه، فقط هم راهش اینه که یه چیزی که تو مسلمان هست به نام امر و نهی از منکر بتونیم تو جامعه همون زیاد کنیم. اونجا کسی به کسی نیست، خودخواهی و خودمحوری فرهنگ لیبرالیسم اثرش رو تو جامعه تبدیل کرده به این. الان بعضی ها برای خودشون کلاس میدونن به کسی کاری نداشته باشن، به دین کسی کاری نداشته باشن. این کلاسه، توی کسی میبینی داره خودش میپیچه، درد داره، نپرسی حالت چطوره. خب این در تو جسم، در برای روح هم اینطور. خیلی عجیبه، در برای جسم کلاس نیست، در برای روح کلاسه. خب چیکار کردی؟ محرم کجا میریم هیئت؟ کجا میری شبا؟ یه سوال بکن، بگی بابا رفقا همه میپرسن ما بیم شبا. بعد تازه طرف فکر میکنه که من که شبا جایی نمیرم منبر هیئت مثلا. حالا من میگم منبر بر اساس زندگی خودم، همه میگم منبر. طرف بگی که من، بعد فکر میکنه ها میخوام برم اتفاقا فرانجا هست و دو سه تا جلسه خیلی خوب هست، یکی دو سه تا آدرس تق تق بش بدی و خیلی جالبه و اینا، اصلا نمیخواد نصیحتش هم کنی که فکر کنه داری نصیحتش میکنی. به عنوان یه گفتگو عادی این میمونه ته ذهنش، آدم سالمیه. ما بدامون هم خیلی خوبه، با رفاقت، با صمیمیت. یکی بود میگفتش که آقا سحر بلند شدی یه زنگ به من بزن، من کارت دارم، یه بحثی میخوام بکنم، دو دقیقه سه دقیقه، ولی اون موقع مثلا اگه وقت داری یه جوری صحبت می آدم با آدم میگه سحر بلند شه. من تو با همه اینجوری صحبت میکنی دم نه خودش حواسش هست. سرخیزی رو باب میکرد. گفتگوی مؤثر داشته باشیم، اسم کلیشو میگذارم کار تبلیغی کردن. مؤمن بی خاصیت نیست، بی خاصیتی زشته، مال حیواناست. در روزهای اول نرم اومدیم جلو، یکم که امروز میتونیم یکمی شلوغش کنیم. بی خاصیتی مال فرهنگ غربیه. شما الان نگاه کنید غزه چه قوقاییه، چه وحشیگری داره اسرائیل میکنه. اینا صهیونیستا قبلا فرهنگ جامعه غربی رو اخته کردن. این اصلا دیگه تأثیر نداره، هیچی، بی تفاوتن. تو آدمای بی تفاوت بمب اتم هم بترکونی اینا بی تفاوتن. وقتی که حتی بوش میگفت باید جنگ صلیبی رو راه بندازیم اینا، هیچ مسیحی به جوش نیومد بیاد بره جبه های اونو پر بکنه. پس گرفتن دیگه، اصلا نمیگیره. بعد تا زیادشون افتاد اینا قبلا مسیحیت رو بی اثر کرده بودن. ازش باید اینو سخنرانی اثر بگیری. یه به منچه فراگیر، یه به منچه فراگیر. آدم بی اثر، آدم فرو رفته در لاک خودیت مورد قهر خدا قرار میگیره. آدمی که به کار دیگران کاری نداره، آدمی که رسیدگی به کار دیگران، به حال دیگران، به فکر دیگران نمی کنه، خیلی پیش خدا آدم منفور و پستی میشه. این آدم دعاهاش معلوم نیست مستجاب بشه. این آدم گناهاش معلوم نیست مورد مغفرت قرار بگیره. روی یه دونه آدم تأثیر بگذارید، وقت شما ثوابش رو از اون ور. روزهای قبل هم به نوعی صحبت کردیم، این تیکش رو اضافه کنم. ثواب هر کاری که اون انجام بده، شما یه ذره تحریک کرده باشی او رو برای این کار، تو حساب شما میریزن. اون وقت شما کاری که خودت انجام میدی، یا با عجب یا با ریا یا با هزار تا گرفتاری دیگه، اثرش از بین میره، فقط میمونه اثر کاری که دیگران انجام میدن. چون کسی دیگه کار خوب میکنه که دیگه تو نمیتونی باش ریا کنی که به من چه اون کار خوب کرده. نمیدونی حتی بخوای مغرور بشی.
کلن تو پرونده تو حساب جاری همینجوری میریم ریختن حساب جاری معنویت، فقط به درد قیامتت نمیخوره. یکی از برکاتشو به شما عرض کنم، کسانی که رو دیگران مؤثرن نوعاً بچه های خیلی خوب به عاقبت به خیلی پیدا میکنن، بچهشون خوب میشه. شما رو 10 نفر مؤثر بودی، تأثیر خوب گذاشتی، بچه تو خیابون و کوچه میره مدرسه، میاد با هزار تا رفیق روبرو میشه، این حالا من نیست با کی واقعا روبرو بشه، عراب درش بکنن، چه خطراتی هست باید میشه کنترلش کرد. خدا که هست، یه نفر رفیق عد میاره سر راه پسرت میگذره مدرسه ای نمیدونم چی، به پسرت میگه یا الله بریم چه هیئتی، پسرت هیئتی میکنه، میگه والا ما زیادم زحمت نکشیم بچه خوبی شد. خیلی هستن اینجوری هم. برکت نور، بچه تو مینویسی توی مدرسه ای، عد یه معلمی تو اون مدرسه پیدا میشه، یه کانون قرآنی داره، بچه تو تحریک میکنه میبره حفظ قرآن و مثلا میندازه توی راه‌های معنوی. بعد تو میگی که بله این مال این مدرسه بود. نه خیلی، این مال این مدرسه نبود، توی این مدرسه یه بچه ناتویی هم بود که اتفاقا بچه تو باهاش دشمن شد و این دشمنی رو خدا بینشون انداخت. اگر رفاقت بین این بچه با اون بچه ناتو مثلا ناجور صورت میگرفت، وقت میگفتم که این معلم بود که تأثیر گذاشت یا خواست خدا بود. تو چند نفر رو با 4 تا نصیحت یه تأثیر روشون گذاشتی. رفقا بیایید آدمای با خاصیتی بشیم، اینو همیشه تصمیم بگیریم تو زندگیمون، نیت کنیم، تمنا کنیم، تقاضا کنیم. سختم هست، قاطی این گریه هامون توی ایام محرم از خدا بخوایم، آرزو کنیم یه جاهای یه توفیقی به ما بده. تجارت خب دیگه نمیدونم، دیگه شما زیاد اهل کسب و کار و تجارت و اینا نیستید، ما طبقه چیه متوسط جامعه یا کارمندی یا مؤسسه طلبگی رو به پایین هستیم معمولا. مثلا خوب بود که شما هر کدومتون تجارت داشتید توی بخشی، مثلا تجارت صادرات، تجارت که میگم صادرات واردات، توی مثلا فلان صنعت، فلان وسیله، فلان موضوع. اینا همیشه اهل تجارت دنبال امتیاز انحصاری واردات صادراتن، دنبال امتیاز احیانا یه کارخونه، اعتبار اینا، یه چیزی، یه دونه برگست. گاهی اینا رو مثلا میرن 10 میلیون تومان 10 میلیارد تومان میخرن، این همه یه دونه برگه رو با پارتی بازی میخواد بره بخره که چی باید بشه بعدش، چقدر پول دادی؟ میگه این امتیازه که بیاد، بعد در عرض 2 سال اینو در میارم، در عرض 4 سال 6 برابر میشه و من تو هر کار دیگه بیفتم 6 برابر اینقدر در نمیارم. میگرده دنبال امتیاز انحصاری. به خدا قسم دستگاه خداوند متعال عینه همین وضعیت رو داده. فکر نکنید ریخته ها، همچنین ریخته کار بدن دستمون انجام بدیم. به یکی گفتن که آقا بیا شهر، بیا مثلا تهران، پول ریخته همینجوری. گفتش که باشه میام. گفتن واقعا ریخته؟ آره بیا اصلا جمع کن اونجا نشین. اومد رفت تهران، گفتش که همون از اتوبوس اومد پایین، یه 200 تومانی جلو پاش رو زمین دید. گفتن راست میگه ریخته، حالا خستم و فردا جمع میکنم. واقعا فکر ریخته، فردا هم مسافرخونه گفت یه مشمع آقا به ما بدید. برای چی میخوای؟ چجوری بدم؟ گفت چی میخوام؟ پول جمع کنم. پول چجوری جمع کنی؟ گفت ریخته. و پول نریخته. و چرا میگن پول ریخته؟ من خودم دیدم. گفت همون هم با به همین داشتی. خیلی فکر میکنم پول ریخته، اینجوری نیست. شما فکر نکن هر کی طلبه بشه خدا بهش اجازه هر کاری رو میده. نه، انقدر باید زجر زد. بابا و ماماناتون هم تازه باید حساب داشته باشن. بعضی از اعتبارا هست خودت بری گشایش حساب بکنی، بعدش هم ما به اعتبار میدن. دستگاه خدا اینجوری یکی هم هست، میری حساب باز کنی میگه حساب بابات
بابا بابام مثلا از دنیا رفته، حساب برای ما باز کن. نه نمیشه، حساب بابا تو بیار مامانت. وقت شما تازه تو بعض زمینه ها میخوای بری بالا، بابا بزرگ و مادر بزرگت هم میخوان. یه چیزای عجیب غریبیه تو جریان دستگاه خداوند متعال، هر کسی توفیق تأثیر پیدا نمیکنه. تلاشمونو بکنیم با توسل خودمون اجازه بده، برای خودمون کلاس نگذاریم بگیم ما حالا زیاد برنامه نداریم. گردشم جوی میکنم، ما حالا زیاد برنامه نداریم، من اینجور کارا بکنم. تو برنامه نداری، تو لیاقت نداری. میگه هرکی هرکیه. خدا اجازه نمیده. خیلی نکته اساسیه. من اوائل طلبگیم بود خدا شاهده، حالا خدا الان با بی‌لیاقتی هم به ما لطف کرده برای حفظ آبروریزی نشدن، مثلا یه به اون گفته حالا تو تو این راه دیگه تو این خط کار کن و اینها. دلیلم نیست دا هر کسی کار کرد حتما لیاقت داره، شاید به دلایل دیگه‌ای خدا گفته حالا کار کن، ولی مبنای لیاقته. جوان‌تر که بودیم تو حجره بودیم، پنجشنبه ها میرفتیم تهران برای همین بحث و درس ها و نهج البلاغه و کتاب شهید مطهری درس میدادیم و اینا. خیلی وقت پیش، مثلا نمیدونم دیگه سال 63 64 چقدر میشه، حدودا 24 5 سال پیش میومدیم تهران. بعد رفقای طلبه‌مون هم تنوجری ها در جریان بودن. من خود یادم دقیق بعضی از هفته ها میگفتم که بچه ها فکر کنم آخر هفته جلسات ما همش لغو بشه. من چرا؟ من حال درستی ندارم، خیلی پرتم. من میدونم وقتایی که من بخوام جلسه برم تهران یه چیزی بگم قبلش حالم خوبه. بعد میرفتیم تهران، میرین تو اون مسجدی که ما حوزه علمیه مسجدی بود تو تهران، اون روز مثلا یه ختم معظمی هست و یه چیزی از آقا جلسه ما تعطیله. بعد یه روزی میدم که آقا یه حال خوش معنوی هست. بعد میگفتم که فکر کنم یه بحثی منبر چیزی در راه من، خدا علکی این حالا رو به من نمیده. بعد فردا مجموع میشونم یه جایی بریم یه صحبتی بکنیم. اینو اوائل تلویگ، اوائل تلویگ هم البته نه، ولی اوائل فعالیت تبلیغی آدم کاملا مشاهده میکنه. البته شما نگو که حالا این وضع ادامه پیدا کرد به زندگی خصوصی آدم ها کاری نداشته باشید شما. بعد ما خراب شدیم رفت و تموم شد رفت، اون زمان هم خراب بودیم. ولی اصل قصه میخوام میگم اینقدر ملموسه حتی برای آدم های درب داغونی مثل ما. هر کسی لیاقت تاثیرگذاری پیدا نمی کنه. این لیاقت رو باید کسب کرد. در این مقدمه سخن دو تا مطلب رو عرض کردم. یکی این که فرهنگ تأثیرگذاری باید باب بشه، به تعبیر دیگری تأثیرگذاری معنوی و روحی باید در زندگی و جامعه ما تبدیل بشه به فرهنگ، یه خوی پسندیده عمومی. فضولی نمی کنیم، قشنگ با حیا، من حالا آدابشو بعدن عرض خواهم کرد، با حیا، با نجابت، با محبت، با لطف، با زمینه چینی ها، مقدمه چینی ها، قشنگ کارشو آدم خوب انجام میده. ولی این رو باید توی فرهنگ خودمون باب کنیم. نکته دوم، لیاقتشو کسب کنیم و بدونیم این چیزا لیاقت میخواد. تمنا بکنیم از ابا عبدالله الحسین. حسن ختام این بخش از سخن این باشد رفقا که اگر کسی کاره تبلیغی نکنه، روز قیامت شرمنده ابا عبدالله الحسین میشه. روز اول ما گفتیم فلسفه قیام ابا عبدالله الحسین تاثیرگذاری به دیگران بوده. یعنی چی امام حسین برای دین کشته شد؟ برای اینکه دین بمونه برسه به دیگران، نه اینکه دین در زمان خودش اجرا بشه. در زمان خودش که دیگه اجرا نمیشد، امکان بقا باقی بگذاره برای اینکه برسه به دیگران. ما ایرانی ها بناس سربازان حضرت ولیعصر علیه السلام باشیم، ما بناس فرماندهان سپاه او باشیم، ما بناس به دنیا حکم فرمایی کنیم. به خدا ما تا درست نشیم آقا نمیاد. یه حرف
عجیب غریبی هم وجود داره. مقدمات بین المللی فرج خیلی آماده تر از ماست، خیلی فراهم تر از ماست. همین اخبار غزه، همین جنگ و نبرد، خیلی حرفا پشت سرش هست. این اگر ادامه پیدا بکنه، یک کمی به این ور اون ور بکشه، دیگه همه چی تمومه. یا حالا با این ور اون ور بکشه و ادامه پیدا بکنه، من روشن‌تر از این که نمیشه آدم یه حرفایی رو بزنه. همش هم احتمالات شما فرض بفرمایید، ما احتمالات صحبت میکنیم. از جلسه دوستان میام بیرون، بعد بعضی میگم فلانی گفت 2-3 هفته دیگه آقا میاد. با من کی گفتم؟ فضای بین المللی خیلی آماده است. پادگان حضرت چقدر آماده است؟ خیلی هم ما جلوی ما خوبی ما، ولی تو رو خدا بنده هر محرم، خصوصاً این محرم فکر میکردم چه گفتگویی بکنیم، فقط مسئله ظهور رو در نظر میگرفتم. برای مقدم چینی ظهور حضرت، برای زمین سازی ظهور حضرت، ما دقیقاً کمبودامون چیه؟ کمبودا رو بفرزیم. بحث علمی، بحث خوشگل مشکل زیاده، اونی رو بپردازیم که درد ماست. الان جامعه ما در ارتباط با اثر تبلیغی در دیگران گذاشتن واقعا با تغییر پیدا کنه. آدم بعضی از جوونا رو میبینه تو فضای اینترنتی، خدا شاهده یه دونه اهل وبلاگ چرت و پرت باشن یا نمیدونم چت‌های در به داغون باشن، هرزگی بکنن اصلا و ابدا. آدم کار میکنن، سربازی میکنن. تو این حج من از اردن شیعه دیدم، گفتم اردن؟ اوهای من مام از اردن. یکم صحبت کردم و اینا، حتی به رفیقمون گفتم چیزی نباشه اینا، آدم ببینن چه خبره اینجا. کمی مثلا چی که میدیم، نه واقعا هم نگرانه وقتی اومده اونجا، هم میخواد مثلا راهنمایی هایی برای خودش بگیره، یه کارهایی بگیره. بهش گفتم شما چی شد که شیعه شدید؟ گفت عموم مستبصرینی که در اردن وجود دارن، تعدادشون هم داره روز به روز زیاد میشه. ببین خیلی حیاتی ها، اردن نقطه فوق العاده استراتژیکه در جریانات ظهور. همین الان خیلی حساسه. اسم اردن و مصر در واقع فتوا که چرا حکم شرعی در اون بیانیه مقام معظم رهبری در تطبیق غزه آمد صریحاً، و دشمن هم روی دولت‌های این دوتا خیلی سنگین سرمایه گذاری کرده. صهیونیستی ترین دولت‌ها هم این دوتا هم. اینا وقت دارن شیعه میشن. میگیم از چه طریقی؟ میگه دوتا عامل داشته، یکی آقای سید حسن نصرالله، یکی اینترنت. وقت تو یه ذره وقت نمیگذاری زبون یاد بگیری، تو اینترنت کار بکنی، اینقدر ماها وقت نمیگذاریم. جوانای داخلی خود ما، جوانای ما تو دانشگاه ها، توسط تعلیمات صهیونیستی دینشون رو دارن از دست میدن. میگه آقا جون من شبهناک شدم. خب یعنی چی شبهناک شدی؟ چند تا سوال داره که نتونست جوابشو پیدا بکنه. تو این همکلاسی متدین نداری، همکلاسی با خاصیت نداری، چرا کارت با آخونده کشیده؟ چرا من سوال میکنی؟ همکلاسی نتونسته این سوال رو به جواب بده؟ او همکلاسی مذهبی به درد لای جرز میخوره، همکلاسی هیئتی نداشتی تو؟ ما فعالیت همون خیلی گسترده تر از این حرف باید باشه. نیاز زمانی ما اینجوریه. دشمن شما نمیدونید چجوری سرمایه گذاری میکنه. کتاب چاپ کرده به زبان فارسی، هر حاجی یا اهل عمره میره، جوانان میپرسن به زبان فارسی سلیس. قبلا به زبان فارسی شبه افغانی مینوشتن، حالا الان خیلی زبان فارسی قشنگ. حدود 700 تا شبه مطرح کرده، 700 تا شبهه که من گفتم که کلیدی ترین شبهاش کدوم هاست. اتفاقی ها کلیدی ترین، حالا بچه های
هیئت جلسه بتونن این کارو انجام بدن جالبه. کلیدی ترین شبهاتشو گفتن، دیدم ما 80% رو تو هیئت اصلا بحث کردیم، موضوع بحثمون بوده، اصلا موضوع بحثمون بوده. من گفتم بچه های هیئت ما اگه بیان از اینا رد میشن، اصلا منشون آب خوردنه. ما یه بار بحث میکردیم که علی ابن ابی طالب مظلوم واقع شد، چرا جلو نیامد، چرا شمشیر نکشید، بحث میکردیم سر این که ولی جامعه دینی چجوری اگه مردم نیان کوتاه میاد و اینا. یه سوالی تو این زمینه کرده بود، جوابش اصلا قشنگ، بچه هایی که توی اعتماع هستن که در حفظم یه اینا معلومه. کلیدی ترین سوالایی که گیر میکردن، میگفتن رفقای عالم جلسه میگفتن نگاه کن این سوالا واقعا گیر میکنه بچه ها داشت. گفتم نه بچه های پیش خودم گفتم، نگفتم اونجا علنی، گفتم که نه بچه های هیئت ما اینا رو گیره میکنن. اینا تو روزه ها این تحلیل ها رو همه رو شنیدن، روزه های ما با تحلیل تو روزه ها همه رو رازش در رو بردن. یا مثلا این سوال که چرا اکثر مردم با علی ابن ابی طالب خوب نبودن، مگه میشه علی ابن ابی طالب مثلا حق باشه و اینا. ما 10 جور اینو تو ایام فاطمیه با هم بحث کردیم. مرتبه میخواد مسلمون باشه، تأثیر هم داشته باشه، هیچ جایی هم نره، امام زمان هم بیاد، با این بیخاصیتی که ما داریم نمیشه، باید عوض کرد وضعو. من از سروران خودم، از عزاداران ابا عبدالله الحسین میخوام هر کی تو هر موقعیتی هست بنا و برنامه زندگی خودشو تغییر بده. قصابی داریم، نجاری داریم، سلمونی داریم، نمیدونم شما توزون کسی هست که شغل سلمونی داشته باشه یا نه. ببینید سلمونی یکی از شغلهای شریفیه که برای مخ زدن خیلی عالیه. این نشسته هم موشو بزن هم مخشو بزن. امیدوارم یک سلمانی در جلسه ما حضور نداشته باشه، ولی روز قیامتی که بزرگش گوششه اگه این حرف رو اجرا نکنه. بهش میگن یه بچه طلبه که بهت گفت تو چرا نرفتی کار بکنی، مخزنی چرا نکردی، هیچ هم روشی که آه نه من بلد نیستم صحبت بکنم. مثلا به بعضی میگه من بلد نیستم صحبت بکنم، من اینقدر قشنگ به من میگه من بلد نیستم صحبت بکنم، میگه خب بچه بگی قشنگی میگه من بلد نیستم صحبت بکنم. یه جوری گفتی من دلم سوخت بخوام گریه کنم برات، این همه بلدی بگی اینو، خب بقیهشم بگو دیگه. وقتی داری موه طرف رو میزنی بهش بگو من البته بلد نیستم این چیزا رو صحبت کنم ولی اینجوریه. ته دل مردم خالی بشه انشالله خدا بهمون توفیقشو بده. من دیگه انگیزه سازی نکنم به سوال جواب بدم که آیا ما برای اینکه دیگران رو به چیزی تبلیغ یا تشویق بکنیم، دعوت بکنیم، لازم قبلش خودمون عمل کرده باشیم. ببینید ما در آیات قرآن داریم اتأمرون الناس بالبر و تنسون انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. من همین رو ترجمه کنم جواب کامله ها، روایات و آیات زیادی البته آوردم براتون. آیا مردم رو به کار خوب امر میکنید و خودتون رو فراموش میکنید؟ این خب خیلی بده آدم خودش رو فراموش کنه، ولی این خودش فراموش نکردن این که تو فقط کافیه خودتو فراموش نکنی، گاهی ممکنه خودت عمل هم نکنی. حالا یادت باشه خودت نیستی یا دوست داری باشی، همین که فرق میکنه. اتأمرون الناس بالبر، بعضیا واقعا و تنسون انفسهم، اصلا فراموش کن، اصلا این خیالش نیست خودش دوزار این چیزا رعایت نمی کنه، یک جوری اشتلم میکنه و یک جوری مثلا قمپوز در میکنه و اینا. آقا این کار خودت خیلی وضعت درسته، این بده، این خیلی روحی زشتی خطرناکه. یکی از شعباتشو بگم، مثلا آدم خودش یه گناهایی میکنه، اون گناه ها اهمیت نداره، همچین که یه گناهی این فلان فلان شده ها چرا اینجوری هم
ببین تو خودت غیبت میکنی، غیبت 100 برابر گناهش از اون بیهجابی بدتره. غیبت خودتو جمع کن. از این خیالش نیست که خودش این کار است. مثلا خودش اهل غیبته، به زناکارا گیر میده و ناراحت هم نیست از خودش. بابا خودت غیبت میکنی، خجالت بکش. این که آدم خودش و بدی ها و ضعفش رو فراموش کنه مطلقا، هی به دیگران گیر بده، این خیلی بده. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این ما لا تفعلون یه جورایی معناش اینه که نمیخوای خودت این کارا رو انجام بدی، هی به دیگران میگی، اصلا نمیخوای، بنا نداری. این خیلی زشته. خودت هیچ وقت استغفار نمی کنی، غلط کردم در خونه خدا نمیگی، گیر می مردم. این مردم آدم نیستن که آقا برو درست کن خودتو، برو در خونه خودت توبه کن. آقا تو خودت یه بار توبه کردی؟ میبینی یه بارم نرف توبه کنی. بعضی ها روحیه های اینجور، این منافق صفتیه، این بده. اما نه، یه وقتی هستش که آدم خودش بنا داره، دوست داره، آرزو داره، گاهی دستش در میره، توبه هم میکنه، بعد دیگری هم میبینه دلش میسوزه، میگه آیا باید وایس حتما خودش 20 اجرا کنه بعدم بره؟ از پیامبر گرامی اسلام پرسیدن، فرمود نه لازم نیست، سعی کنید که امر به معروف و نهی از منکر بکنید، خودتون هم تلاشتون رو بکنید. از امیرالمومنین هم پرسیدن، همین طور فرمودن. بعد در نامه 31 نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید که کن آمرن بالمعروف، خب این و عاملن به این یک روایت دیگه است غیر از نامه 31. بعد میفرماید ولا تکن ممن یأمر و ینأ عنه فیبوء باسمه و یتعرض لمقت ربه. میفرماید گناه خودشو به دوش میکشه، این خیالش نیست خدا ناراحته، دیگران امر به معروف و نهی از میکنه، خب خیلی بده، مردم حالشون به هم میخوره. ببینید نهی از منکر کردن با تکبر و غرور حال آدم ها رو از دین به هم میزنه. مردم هم استشمام میکنن، مردم چشم برزخی ندارن حالت شما رو واقعش رو درک بکنن. ولی همین مردم که چشم برزخی ندارن، خب مثلا خوب بعضی از خوبا چشم برزخی دارن، میفهم من میری پیشش میگه امروز صبح تو نماز نخوندی. مردم چشم برزخی ندارن، ولی مردمی که چشم برزخی ندارن یه چیزو تو آدم میبینن که آه این خودشو گرفته یا نگرفته، این تکبر داره یا نداره، اینو میفهمن. لذا آدم باید متواضع باشه، خودشو نگیره، خودشو فراموش نکنه. این درست، چون اینو همتون میدونید من دیگه متعرضش نمیشم. حتی ببینید تو این زمینه نکات ویژه‌ای وجود داره. روایت داریم میفرماد که اگر کسی دیدید بعضی از مذهبی ها این کارا رو میکنن، اگر کسی یه گناهکار رو ببینه یا در مورد یه گناهکار صحبت میکنه، برگرده بگه خدا اینا رو نمیبخشه، اینا آدمن، خدا نمیبخشدشون. خدا به این کلمه حساسه. در روایت داریم تو اگر بگی که خدا فلانی رو نمیبخشه، خدا آنن او رو میبخشه، وزر رو به بالا گناهش رو گردن تو میندازه. به تو چه که من میبخشم و نمیبخشم؟ تو کرم منو چرا دستکاری میکنی؟ من شاید ببخشم. دیدی آدم بعضی از بعضی ها کینه داره، میگه خدا اینا رو نمیبخشه. خدا میگه ببین تو کار من فضولی نکن، شاید بخشیدمش، شاید یه گریه کرد، بنده های من اینقدر راحت دور ننداز، گناه کرده تو حدثش ناراحتی، اینجوری باش برخورد نکن. خدا خیلی حواسش هست، ما هم باید حواسمون جمع باشه. یا مثلا اینها عاقبت به خیر نمیشن، نه اینها حرفای خیلی ناراحت کننده ای، خدا به شدت ناراحت میشه. تو کجا میدونی عاقبت به خیری؟ به این سادگی آدمی رو از عاقبت به خیری انداختی؟ میدونی چه جنایتکاری باید باشه به اینجا برسه؟ اینا نکات حساسیه. یه وقت خودمونو مطمئن تحویل نگیریم، دیگرانو مطمئن زیرابشونو بزنیم،
یا در اون روایتی که توی کلمات قصار نهج البلاغه هست، توی گناه‌هایی به خودش سخت نمیگیره، تو همون گناه‌ها به دیگران خیلی سخت میگیره. آقا این عذاب الهی رو دقیقا همون گناه هم خودش میکنه. ببین تو حتی به خودت هم یه سوزن بزن. اینا رو باید درستش کرد، اینا رو باید بهش پرداخت. ولی از اینها که بگذریم، یه کاری هست من انجام نمیدم. خب نداره، موقع گفتم میگم که آه خیلی خوبه ما این کار رو انجام بدیم. نمیدیم معمولا، من که توفیقشو ندارم. بگو آه باریکلا خوبه. اعترافم نکنی به گناه اشکالی نداره، اعترافم نکنی به سلب توفیق، خدا کنه خدا این توفیقات رو آدم بده، والا خیلی خوبه. آدم عشق به حرم معصومین داشته باشه، مدام بره زیارت، خیلی عالیه. خدا کنه به خدا آدم این چیزا رو بده. میری حرم، خود توفیق میخواد این چیزا، خودش هم نمیره، سالی یه بار میره. ولی این بیان خوبی بود، انجام هم نمیدی، ته دلت هم دوست داری انجام بدی، اینجوری گفتی اشکال نداره. میفرماید در اون نامه سوی کم نهج البلاغه، و امر بالمعروف تکن من اهله، امر به معروف بکن تا خودت هم از اهل معروف بشی. اینجوری نیستش که آدم اول بره خوب بشه، بیست بشه، کار خود ما درست نیست به دیگران بخوایم بگیم. نه، با هم میریم درست میشیم، به هم بگیم. خود این گفتن آدم رو درست میکنه. یه اثر رندانه این که داره امر به معروف اینه، تو یه کمی که امر به معروف بکنی، من اینو میگم برای اینکه بعضیا خیلی زیرکن، فکر میکنن هیچ کی نمیفهمه. بگم که من بچه طلبه که میفهمم دیگه، خدا که دیگه رو شاخشه میفهمه، زیرابی کسی نره. بعضیا خیلی جلبن، امر به معروف منکر، کار تبلیغی تاثیر مثبت رو دیگران گذاشتن نمیکنه. تو چرا هیچی نمیگی تو مایه‌های دینی به کسی؟ نه ما لیاقت نداریم، ما حالا با خودمون رو بسازیم. چه جواب شیکی داد، غلط بود البته جواب، ولی میدونیم جواب اصلش چیه. میگه بابا ما 4 تا حرف دینی رو دیگران بگذاریم، بعد دیگه خودمون راحت میتونیم گناه بکنیم. بعد پس داده یقمون میگن ببین تو چطور که میگفتی، تو چرا خودت آمین های زرنگ بازی در بیاری. خدا هم میشناسه ماها رو، گیرمون انداخته. میفرماد تو از دین حرف بزن، بعد خودت گیرش میفتی. میخوای خودت هر رفتاری بکنی، میگی بابا الان مؤمنین جامعه که از تو یه شناخته اینجوری دارن نگرت میداره، کمکته، فدادشم. اینا کمکت میشن که تو هر کاری نکنی، یه چهره خوب از خودت به جا گذاشتیم، یه چهره خوب از جا. بعضی یه دونه روزه میگیرن خودشون، دیگه محدود میشن، نمیتونن هر کاری بکنن. بالاخره محدودیت مذهبی میاره، یه علامت مذهبی از خودش ارسال میکنه، خود این زندگی خودش رو تحت تاثیر قرار میده. گاهی از اوقات هم واقعا آدم وقتی به دیگران میگه، در همون حال رو خودش هم تاثیر میگذاره. خیلی ها هستن، حتی از مبلغین ارجمند، خیلی از حرف ها رو طوری طراحی میکنن که خودشون هم کمبود دارن. بعد از یه فصلی که یه موضوعی رو بهشون پرداختن، اون موضوع برای خودشون هم حل میشه، اجرا میکنن. یه دهه میخواد رو فلان موضوع نماز صحبت کنه، نمازش درست میشه. مثلا نمیدونم یه عصبی مزاجه، یه دهه رو عصبی مزاج بودن منبر بره، بعدش میتونه خودشو کنترل کنه. تأثیر میگذاره، کلام رو خود آدم هم تأثیر میگذاره، انگیزه میشه. شما الان یه نفر که اصلا نمیره حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، وادارش کن بره حرم، شب میبینی اصلا بنا نداشتی بری، به خودت میگی بابا خودم هم برم، نمیشه خودم هم برم، راحت میشی، راحت میری. این اقدامات آثار و برکات اینچنینی برای انسان به همراه دارن. در روایات زیاد از اینجور موارد میفرماید که و انکر المنکر به یدک و لسانک و باین من فعله به جهدک، منکر رو رد کن و باش مقابله کن به اندازه تلاش خودت. این به اندازه تلاش خودت، به اندازه توانایی خودت، دو تا نکته توش داره. یکی این که میخواد همه درگیر بشن،
هیچ کس نمیتونه بگه من نه. ببین هر کسی، یکی میتونه یه سنگ بزرگ بزنه، یکی میتونه یه ریگ بندازه وسط. نه آقا نه، خوب نیست، رد شو برو. عجب اثر داره یه نه نوچ. ببین نه آقا نه، نه آقا نه، اینم می نویسن تو پرونده، این نوچه خیلی قشنگ بود. به اندازه توان خودت. آقا دیگه خدا چجوری کوتاه بیاد، چجوری کوتاه بیاد وقتی میخواد همه رو درگیر کنه، همه بیفتن تو فرهنگ تبلیغ و تأثیرگذاری. بعضی قیافشون خیلی به درد خدا میخوره. مثلا تو اینجا توی روایات هست، وجوه مکفهره داریم، بخوایم مفهوم مخالف بگیریم برعکسش هم هست. مثلا طرف یه کار خوبی میخواد انجام بده، با یه چه به یه چه هم چهرش باز شد، کارشو کرد، با چهرش ثواب کرد، با چهرش ابروه دیگه میبری بالا ثواب میکنی، میاری پایین ثواب میکنی. بچه ثوابایی روم نمیشه بگم معادل خونه ابا عبدالله حسین. معادل یعنی نه اینکه هم ارزشا، از این جنس. آدم اینا رو از دست بده، والا به خدا حقشه بره به جهنم. برای همچه آدمی باید دلسوزی کرد؟ تو ظهور آقای امام زمان علیه السلام ساده داریم با هم صحبت میکنیم، به تأخیر میندازی، ابروشو نمیخواد بالا پایین ببره. آقا همین الان یه تمرین کنی، ابروتون اینجوری کنی، زحمت داره مگه؟ یه لبخند بزن. چقدر ما تو روایت داریم آقا لبخند به گناهکار نزن، جمع کنید به ایزر قیافت رو. همین بفهمه چه خبره، لبخند به آدم ثوابکار بزن. جوونا بچه ها میرن، بچه داره میره مسجد، به چه پسر خوبی، مسجدش هم براست، رد رد شو برو. چقدر طول کشید؟ توفیق میخوادم زبون به چرخونه، توفیق لیاقت میخواد، لقمه حلال دادن باید خورده باشه، صفا باید داشته باشه، حسینی باشه، امام زمانی باشه. این بچه ها میرید میای تو راه و نیمه راه تو خیابونا ریختن هم اینجوری از کنارش رد بشه، یک کلمه رد بشه بگی، یک کلمه. من از کودکی های خودم یادم حرفایی که شنیدم، بچه پسر خوبی، زمین سر صف نماز بودیم، نمیدونسته ما بچه آخوندی، خب بچه آخوندی باید باشه سر صف، میگه بچه معمولی هستیم، بچه پسر خوبی بوده نماز. من یادم مثلا هر کی یه کلمه گفته یادمه، من بچه یادشون میمونه. تشویق دیگران، غریبه ها، هیچی نمیگی تو، هیچ خاصیتی، دودی، دمی، هوایی، بخاری، چیزی. همینجور نسبت به قرآن، اینا اسمش امر به معروف و نهی از منکر نیست، اینا اسمش تأثیرگذاریه. تأثیرگذاری یه فرهنگی، خودمونم اهلش نیستیم، با تأثیرگذاری رو دیگران این اهلیت رو پیدا میکنیم. صبر نکنید که به اوج قله عمل که رسیدید بعد اجرا کنید. نکته آخر این که رفقا، خب چه اشکال داره برای اینکه راحت بتونیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، راحت بتونیم دعوت کنیم، نصیحت کنیم، موعظه کنیم، بیاید عمل بکنیم. اشکالی داره یه مدتی عمل انجام بدیم تا بتونیم به دیگران تأثیر بگذاریم. میخواستم یه وقتی انشاءالله تو این بحثایی که وقتم فشرده است اختصاص بدم نسبت به تأثیرگذاری های خانوادگی، ولی خب حالا فعلا که تا حالا فرصت نشده، ببینیم در آینده میشه یا نه. پدر و مادران ارجمند هر نقصی تو بچه ها دیدن یه مدتی وقت بگذارن رو عمل خودشون کار بکنن که بتونن بچه هاشون رو درست بکنن، ولی بچه پس برون دستت میمونه. مثلا بچه بلد نیست ابتدا به سلام بکنه، یه مدتی جلو بچه ابتدا به سلام بین اون بکن، بچه یاد میگیره. بچت بلد نیست عذر خواهی کنه،
یه مدتی جلوی بچت خانم ببخش، خانم علکی علکی، آقا ببخش، تن برنامه بذاری چی رای نداره، بچت خراب میکنی، بچت اخلاقش بد میشه. میره مدرسه میگه آقا این ببین بچه ما یه عذرخواهی یاد بدید. تو خرابش میکنی، میره مدرسه درستش بکنم؟ هیچ وقت مدرسه درست نمیشه. بچه مادر مادر خانم ببخشید، این چی شد؟ ببخشید، معذرت میخوام، ببخشید من اشتباه کردم. اونم میگه من اشتباه کردم، ببخشید. کمی گیج میمونه این بچه، کم کم براش من اشتباه کردم، معذرت میخوام، انعطاف پذیری راحت میشه. ما مجبوریم به عمل بپردازیم تا بتونیم تأثیر رو دیگران بگذاریم. این فضا رو توی خودمون ایجاد بکنیم، به خاطر تأثیرگذاری بر دیگران که قیمتش بسیار بالاست، اعمال و زندگی و برنامه های خودمون رو درست کنیم. خدا رحمت کنه کسی رو که توی این مسیر قدم برداره، فقط هم به خاطر ظهور از ولی اثر و حنا له الفدا. خدا رحمت بکنه کسی که بچه خودش رو خوب تربیت کنه، فقط به خاطر از ولی اثر و حنا له الفدا. والله به خدا آدم احساس میکنه حضرت پشت در منتظرن لحظه ای. وقت من یه حرفی هم عرض بکنم دیگه، رفقا میدونی توی دین آمار نمیگیرن، چند نفر اینجوری شدن، کمیت رو نمیشمرن، کیفیت رو میشمرن. از این جلسه ما یه نفر با خلوص نیت، با عمق علاقش به ظهور آقا امام زمان، با عمق علاقش به ابا عبدالله الحسین بره بیرون بگه من بعد من برنامه زندگیمو تغییر میدم به خاطر این روایتایی که شنیدم. و امر بالمعروف تکن من اهله، امر به معروف میکنم تا اهل معروف بشم، امر به معروف میکنم تا اهل معروف بشه. یا بفرماید که من عملمو درست میکنم که نفسم اثر بگذاره. آقا تنهاست، بیاد آقا. یه نفر عمیقم بگه برای کل شهر قم بسته. خدا به کیفیت نگاه میکنه، به نور نگاه میکنه، نه اینکه مثلا آمار بگیره چند نفر. چند میلیارد آدم تو جهان هست، دنبال 313 نفر میگرده. یعنی ببینید 313 نفر زمان کی بوده؟ صدر اسلام، جنگ بعد 313 نفر بودن. اون عدد اعلام شده برای فتح عالم. آقا جمعیت رشد کرده، ما به جمعیت کاری نداریم، به کیفیت کار داریم. رقم رو ثابت نگه داشتی که به اون میگه حالیته، کیفیت میخوام. از هجرت تا الان 1400 سال رقم ثابته. این همه افزایش جمعیت، میگه من افزایش جمعیت اصلا مهم نیست برام، کیفیت میخوام. کیفیت ها تو مجلس روزه ابا عبدالله الحسین پدید نیاد. ما تو روزه ابا عبدالله الحسین اون نالهی که میزنیم از درد اون کیفیته، اون سوزی که داریم اون کیفیته. کیفیت رو دریابید. چیزهای دیگه هم لازمه، شرطهای دیگه هم لازمه که اون شرطهای دیگه رو انشالله روزای بعد و آدابش صحبت بکنیم، بهش نپردازم. یه دونش رو اشاره کنم. ببینید رفقا، آخه اینجوری هم با حرف زدن درست نمیشه، یکمی عشق و علاقه و سینه سوختنم میخواد. آدم باید سوخته باشه، آدم باید کتک خورده باشه، آدم باید هزینه داده باشه، وقت دلش میسوزه. خب حالا من به شما عرض بکنم یه حرفی رو، شما میبخشید من رو. اگر امام حسین کتک‌هاشو خورده باشه، ما حاضریم
هزینه های خودمون تلقی کنیم، بگیم که ما کتک خوردیم باید باید پاش وایسیم. میشه تو بگی من بچه‌مو دادم؟ بچه های امام حسین رو خود بچه خودت بگیری، من هزینه کرد، من بچه هام قلم قلم شدم، بچه هامو کشتن. میشه اینجوری بر خودت بگیری؟ تو روزه ابا عبدالله حسین اینجوری تربیت میشه؟ روزه ابا عبدالله حسین انگیزه دینی عجیب به آدم میده، اثرشو داشته باش. اگر شما بچت در راه دین کشته شده بود، بچت در راه امر معروف از منکر کشته شده بود، الان دیگه آدم عادی نبودی. راه میرفتی یه جای حرفتو نمیشنیدن، میگفتی من بچه 13 سالم تو این راه کشته شده، حالیت همه مقابلت ساکت میشدن. حالا میشه بچه امام حسین و بچه خودت حساب کنی؟ آقا نگو بچه امام حسین عزیزتر از بچه ماست. خونی که خودت دادی حساب کن. بگو نه من نمیتونم ساکت بشینم. بچه های امام حسین علیه السلام خیلی تو این راه زجر کشیدن، اونهایی که تازیانه خوردن، سیلی خوردن، اونی که در آغوش بابا بود، جوان 18 ساله‌ای که نازنین رو زمین افتاد. ولی این دفعه من میخوام در محضر ابا عبدالله الحسین روزه بخونم، روزه بخونم حسین گریه کنه. امام حسین وقت به زبان حال میفرماید کاش فقط بچه های خودم کشته شده بودن. وقتی پای یتیم به میون بیاد، من این یه دونه رو دیگه طاقت نداشتم. اونم بچه داداشم امام حسن مجتبی، امانت، امانت. امام حسن مجتبی هر موقع به حسینش نگاه میکرد با یه حسرتی نگاه میکرد. حسینم تو کربلا داری یا کاش منم کربلا بودم. این حسرت امام حسن مجتبی، این آرزوی او برای حضور در کربلا موجب شد یک گلایی تو کربلا بده. یکی از این گلها رو سینه حسین برپا شد. این روزه روزه عصر عاشوراییه ها. من همیشه روزه عبدالله ابن حسن گیر میکنم، میگم خدایا ما آماده نشدیم هنوز، 10 روز اجازه بده گریه کنیم بعد بریم تو گودی قتلگاه. آقا دیگه چشماش نمیدید جایی رو، من سینم یاری نمیکنه بگم، فقط اشاره کنم برم. چشماش نمیدید. کسی که خون از بدنش بره، کسی که تشنش باشه، در روایت داره آسمان رو مثل دود میدید، رمق نداشت. چشمهایی هم چی کسی خود به خود بسته میشه. پس میتونیم یه چیزی بگیم، میتونیم بگیم یه دفعه حسین احساس کرد یه چیزی رو سینش، چشماشو باز کرد، عبدالله
عبدالله. مگه من نگفتم از خیمه بیرون نیام؟ بقیهش هم بگم. این از صبح عاشورا هی میگه من از عمو جدا نمیشم، من میخوام با عمو باشم. نامرد اون دشمن داشت به سمت قتلگاهی بچه نزدیک میشد، بچه فکر کرد این میخواد بچه رو ورداره ببره تو خیمه، دستاشو دراز کرد گفت به خدا جدا نمیشم از عمو، فکر میخواد ببردش خیمه. نامرد همچی که شمشیر کشید، عبدالله خودشو ندید، گفت نامرد میخوای عمومو بزنی؟ حالا موجب شد یه گلایی تو کربلا بده، یکی از این گلها رو سینه حسین پرپر شد. این روزه روزه عصر عاشوراییه ها، من همیشه روزه عبدالله ابن حسن گیر میکنم، میگم خدای ما آماده نشدیم هنوز، 10 روز اجازه بده گریه کنیم بعد بریم تو گودی قتلگاه. آقا دیگه چشماش نمیدید جایی رو، من سینم یاری نمیکنه بگم، فقط اشاره کنم برم. چشماش نمیدید، کسی که خون از بدنش بره، کسی که تشنش باشه، در روایت داره آسمان رو مثل دود میدید، رمق نداشت. چشمهایی هم چه کسی خود به خود بسته میشه. پس میتونیم یه چیزی بگیم، میتونیم بگیم یه دفعه حسین احساس کرد یه چیزی رو سینش، چشماشو باز کرد، عبدالله. مگه من نگفتم از خیمه بیرون نیام؟ بقیهش هم بگم. این از صبح عاشورا هی میگه من از عمو جدا نمیشم، من میخوام با عمو باشم. نامرد اون دشمن داشت به سمت قتلگاهی بچه نزدیک میشد، بچه فکر کرد این میخواد بچه رو ورداره ببره تو خیمه، دستاشو دراز کرد گفت به خدا جدا نمیشم از عمو، فکر میخواد ببردش خیمه. نامرد همچی که شمشیر کشید، عبدالله خودشو ندید، گفت نامرد میخوای عمومو بزنی؟